سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. خدا رو شکر میکنم که یه ویدیوی دیگه همراه شما دوستان هستم. اکثر آدما فکر میکنن که دندانها به محض پوسیده شدن غیر قابل ترمیم هستن و حتما باید به وسیله دندانپزشک ترمیم و بازسازی بشن، در حالی که مطالعات، تحقیقات و نتایج زیادی نشون داده که دندانها هم مانند سایر اعضای بدن به راحتی قابلیت ترمیم و بازسازی خودشون رو دارن. همونطور که هر قسمت از بدن یا پوست دستمون بریدگی و یا زخمی ایجاد میشه و به راحتی در عرض چند روز یا یک هفته خودش رو بازسازی و ترمیم میکنه، دندانها هم همین قابلیت رو دارن، فقط به شرطی که شرایط و موقعیت‌های مخصوصی رو ایجاد بکنیم تا دندانها بتونن خودشون رو ترمیم بکنن. توضیحات این ویدیو از چند تا مقاله و همینطور کتاب هالستیک دنتال کیر نوشته نادین آرتاموس به معنی دندانپزشکی جامع یا دندانپزشکی کلنگر، که البته من هرچی سرچ کردم ترجمه فارسی این کتاب رو پیدا نکردم، نمیدونم به فارسی ترجمه شده یا نه، ولی به زبان انگلیسیش توی آمازون وجود داره. من سعی کردم که خلاصه و یه اطلاعات جامعی رو هم از توضیحات این کتاب و مقالات و هم راه‌های کاربردیش رو به شما ارائه بدم، ولی اگر شما میخواید اطلاعات بیشتری داشته باشید حتما کتاب و مقاله ها رو که لینکش رو در آخر این ویدیو و یا در دیسکریپشن این ویدیو قرار میدم تهیه بکنید و بخونید، چون خلاصه نمیتونه اطلاعات جامع اون کتاب و مقاله رو به ما برسونه. البته یه سری شواهد و نتایج از افراد زیادی هم هست که ثابت میکنه اگر شرایط و موقعیت‌های مناسبی رو برای دهان و دندان‌هامون ایجاد بکنیم، نه تنها دندان‌ها پوسیده نمیشه، بلکه اگر پوسیده هم بشه به راحتی قابلیت ترمیم و بازسازی خودشون رو دارن. من خواستم یه تعدادی از این شواهد و نتایج رو برای شما توضیح بدم که مطمئن بشید، ولی دیدم که چه شاهدی بهتر و مطمئنتر از خودم و خانوادم که نتیجه گرفتیم و روبروی شما نشستم دارم توضیح میدم. الان من و خانوادم به خاطر همون شرایطی که تو این ویدیو میخوام براتون توضیح بدم، 4 ساله هیچ کدوممون به دندان پزشکی بابت پوسیدگی دندان و یا ترمیم دندان هامون مراجعه نکردیم، در حالی که قبلش ما هر سال 1 یا 2 بار به دندان پزشکی مراجعه میکردیم. ولی الان 4 ساله که دندان هامون کاملا سالمه و از همین روش هایی که تو این ویدیو میگم استفاده میکنیم. ببینید، دندان ها استخوان های نمایان بدن هستن، یعنی تنها استخوان هایی هستن که آشکارن و به محض خرابی و پوسیدگی قابل مشاهده هستن. حالا این خرابی دندان ها یا پوسیدگی چطور ایجاد میشه؟ تخریب دندان ها به دلیل غذاییه که بین دندان ها گیر میکنه، که خب اینو همه میدونیم. میکروارگانیسم هایی به طور طبیعی در بدن وجود دارن که به محض آسیب دیدن بدن اینها به شکل باکتری در میان و یه تیم پاکسازی و ترمیم رو تشکیل میدن و شروع میکنن به ترمیم اون قسمت از بدن. برای دندان ها هم همینطوره. دندان ها هم وقتی که غذا لابلای دندان ها گیر میکنه، اون غذا در محیط مرطوب دهان شروع میکنه به پوسیده شدن. یک سری باکتری ها و مخمر هایی به طور طبیعی در دهان وجود دارن که اونها به محض اینکه غذا وارد دهان و لابلای دندان ها میشه، شروع میکنن به تجزیه و پاکسازی اون غذاها از رای دندان ها. توی این فرایند تجزیه یک سری پسماندی میمونه که اون پسماندها به مینای دندان ها آسیب میزنه و باعث پوسیدگی میشه. به خاطر همین بعد از هر وعده غذایی حتما باید اون پسماندها از لابلای دندان ها بیرون کشیده بشه، که هرچند ما میبینیم که سالهاست داریم مسواک میزنیم و از فلورایت های شیمیایی هم استفاده میکنیم، ولی باز هم دندون هامون پوسیده میشه. همینطور 2 تا مایع مهم و کاربردی در دهان ما وجود داره که به طور مداوم در حال شستشو، پاکسازی و ترمیم دندان ها و دهان هستن. این 2 تا مایع، یکی مایع داخلی، یکی مایع خارجی. مایع داخلی همون خون و لنفه، که خون مواد مغذی، اکسیژن، آب و گلبول‌های سفید رو به دندان‌ها میرسونه. لنف هم مواد زائد رو از بافت‌ها دور می‌کنه، خارج می‌کنه. مایع خارجی چطور؟ مایع خارجی همون بزاق دهانه
که به خاطر داشتن مواد مغذی و خاصیت شستشو باعث تمیز نگه داشتن و محافظت از دندان ها میشه و با تأمین مواد مغذی در سطح دندان ها باعث میشه که مینای دندان ها ترمیم بشه. ولی کیفیت کار این دوتا مایع بستگی به چند عامل مهم داره که در صورت ایجاد اون چند عامل دندان ها میتونن کیفیت خوبی داشته باشن و جلوگیری بکنن از پوسیده شدن. اولین موردی که باید رعایت بکنیم تغذیه است. نادین آرتاموس در کتابش توصیه میکنه که حتما غذاهای سالم و طبیعی بخورید، از خوردن مواد غذایی فراوری شده و مواد قندی مصنوعی دوری کنید، سعی کنید غذاهایی رو بخورید که بیشتر کلسیم، ویتامین دی، ویتامین K2 و منیزیم دارن، چون اینها از طریق جریان خون به دندان ها میرسن و باعث تقویت و ترمیم دندان ها میشن. مورد دیگه‌ای که باید تو تغذیه رعایت بکنید اینه که شما حتما هر روز سعی کنید که یک سری از مواد غذایی ترد رو بخورید، مثل سیب، هویج، خیار، کرفس، سالاد کاهو، که اینها باعث تقویت و محکم شدن دندان‌ها، لثه‌ها و فک میشه. دیدین نوزادان سینه مادر رو برای شیر خوردن مک میزنن، با اینکه فک ضعیفی دارن و خیلی براشون سخته، خسته میشن، ولی با این حال طوری آفریده شدن که حتما باید برای تغذیه شدن مک بزنن سینه مادر رو تا بتونن شیر بنوشن، به خاطر اینکه این مک زدن باعث محکم شدن فکشون میشه برای رشد دندانهای محکمتر و سالمتر در آینده، در چند ماه آینده شون. مورد دیگه ای که حتما باید رعایت بکنیم اینه که صبح ها به محض اینکه بیدار میشین، بعضیا این کارو میکنن، صبح ها به محض اینکه بیدار میشن یا دندون هاشون رو میشورن یا دهانشون رو شستشو میدن، آب پر میکنن و خالی میکنن. ولی خیلی مهمه که صبح ها ما به محض اینکه بیدار میشیم این کارو نکنیم، چون روی دهانمون، روی زبانمون، دهانمون و دندون هامون ویتامین B12 میشینه و وقتی که صبح بیدار میشیم ما با نوشیدن آب میتونیم این ویتامین B12 رو وارد بدن بکنیم، جذب بدن بکنیم. ولی اگر مسواک بزنید، اگر شستشو بدید دهانتون رو، این ویتامین B12 که تو سطح دهان جمع شده از دهانتون خارج میکنید و جذب بدن نمیشه. اگر میخواید مسواک بزنید، بعد از خوردن صبحانه مسواک بزنید. حتما قبل از صبحانه، به محض اینکه صبح بیدار میشید، 2 تا 3 لیوان آب بنوشید. نوشیدن آب خیلی مهمه. نوشیدن آب باعث تقویت بزاق دهان میشه و اون بزاق باعث شستشو، ترمیم و تغذیه دهان و دندان ها میشه. اگر اول صبح آب ننوشید و اون کمبود آب در طول شبتون رو جبران نکنید، بزاق قادر به تغذیه و ترمیم و شستشوی دندان ها و دهان نخواهد بود. مورد بعدی استفاده از روغن‌ها یا روغن‌کشی هم بهش میگن، که در یه روش سنتیه که در طب آیوروید هند خیلی توصیه شده و افراد زیادی هم نتایج مثبت این کار رو نوشتن و گفتن. باعث تقویت دندان‌ها، کاهش التهاب لثه‌ها، تقویت سیستم ایمنی بدن و دهان میشه. روش کارش هم اینطوریه که شما هر روز، روزی 2 بار، صبحها و شبها، یه قاشق غذاخوری روغن نارگیل رو در دهانتون میذارید و شروع میکنید اینو میچرخونید در دهانتون و لابلای دندونهاتون. 10 ثانیه میچرخونید، 10 ثانیه استاپ میکنید، دوباره 10 ثانیه میچرخونید، 10 ثانیه استاپ میکنید. حدود 3 تا 5 دقیقه این کار رو ادامه بدید. ولی کسانی که دندانهاشون یا دهانشون یا لثه‌هاشون مشکلی داره، التهابی داره، حتما روزی 3 بار این کار رو انجام بدن و 5 تا 10 دقیقه طولش بدن که سریعتر نتیجه مثبت بگیرن. بعد که این کار رو کردید، اون روغن خالی کنید بیرون، ولی توی سینک ظرفشویی و دستشویی خالی نکنید، چون باعث گرفتگی لوله ها میشه. حتما روی خاک و چمن خالی بکنید، چون اون موجودات میکروسکوپی که توی خاک هستن اون روغن رو تجزیه میکنن. و بعد دهانتون رو چند بار با آب بشورید. حالا استفاده از این روغن کشی چه خواصی برای دندان ها و دهان داره و چرا باید این کار رو انجام بدیم؟ استفاده از روغن نارگیل یا همون روغن کشی هم چند دلیل مهم داره.
یکی اینکه روغن نارگیل خودش خاصیت ضد باکتریایی و ضد التهابی داره، جلوگیری میکنه، یعنی باعث کاهش التهاب لثه ها و خونریزی لثه ها میشه، باعث تحریک تولید بزاق دهان میشه که بزاق دهان به خاطر مواد معدنی که داره باعث ترمیم مینای دندان ها و حفظ تعادل پی اچ دهان میشه، باعث کاهش تشکیل پلاک ها روی دندان میشه و همینطور سموم رو از دهان و دندان ها خارج میکنه، مواد زائد رو از زبان ما خارج میکنه، همینطور مواد زائد رو از رگ های زیر زبان و از غدد زیر زبان خارج میکنه و باعث کاهش التهاب لثه ها، پوسیدگی دندان ها و مواد زائد از دندان ها و دهان میشه. این رو هم بگم که روغن نارگیل به خودی خود خاصیت ضد باکتریایی و ضد التهابی نداره، ولی به محض اینکه وقتی که توی ظرفی هستش این خاصیت رو نداره، ولی به محض اینکه با پوست تماس برقرار میکنه اون خاصیت ضد باکتریاییش آزاد میشه و باعث میشه که در بدن به خوبی عمل بکنه. مورد مهم دیگه‌ای که حتما باید یادمون باشه استفاده کردن از نخ دندانه. حتما بعد از هر وعده غذایی با نخ دندان پسماندهای غذا رو از لابلای دندونامون بیرون بکشیم تا لای دندان‌ها فضا باز بشه برای پاکسازی، ترمیم و شستشوی دندان‌ها. روش کارم اینطوریه که بعد از هر وعده غذایی وقتی که غذا تموم میشه شما اول با نخ دندان یا همون خلال دندان پسماندهای غذا رو بیرون بکشید، مسواک بزنید، بعد دهانتون رو با آب و جوش شیرین شستشو بدید، خالی کنید و در مرحله آخر از روغن نارگیل استفاده بکنید که اینها خیلی مناسب و کاربردی هستند برای اینکه هم التهاب لثه ها رو کاهش بدن از بین ببرن، هم التهاب دهان و زبان، همینطور پوسیدگی دندان ها رو ترمیم بکنن. میتونید روزی یک تا دو بار این روغن کشی رو و این مراحلی که گفتم رو انجام بدید. اینها همشون کمک میکنه به اینکه شما دندان هاتون پوسیده نشه یا اگر در شروع پوسیدگی هستش اون پوسیدگی خود به خود ترمیم بشه و دیگه نیازی به دندون پزشکی و هزینه های دندون پزشکی نداشته باشید. امیدوارم این فایل هم مورد استفادهتون قرار بگیره، استفاده بکنید و همیشه دندانهای سالم، بدن سالمی داشته باشید و از زندگیتون لذت ببرید. روز و شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار همتون.